سرخط خبرها. ثبت بالاترین آمار روزانه جانباختگان کرونا در ایران با مرگ 235 نفر. وزارت بهداشت میگوید با عزاداری محرم در مکانهای سربسته شدیداً مخالف است. رأی تاریخی دادگاه علیه نخست وزیر سابق مالزی نجیب رزاق در پرونده فساد مالی به 12 سال زندان محکوم شد. درخواست رئیس جمهوری افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ظرف یک هفته. محمد اشرف غنی گفته به زودی بقیه زندانیان طالبان آزاد خواهند شد. و ممنوع شدن استفاده از بخاری در فضای باز در رستوران‌های فرانسه. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران وضعیت شیوع ویروس کرونا به نقطه بحرانی تازه‌ای رسیده. وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 235 نفر در اثر ابتلا به این ویروس درگذشتند که بالاترین آمار روزانه فوت شدگان این بیماری تا کنون است. همچنین برگزاری کنکور ورودی به دانشگاه‌ها و چگونگی برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم که از حدود 3 هفته دیگر آغاز می‌شود، بحث‌های زیادی را در کشور پدید آورده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. شهر تهران با جمعیتی حدود 9 میلیون نفر امروز دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفت. مرکز یکی از 15 استان کشور که به علت وضعیت شیوع ویروس کرونا در شرایط بحرانی هستند. در حال حاضر 15 استان در وضعیت قرمز. این سخنگوی وزارت بهداشت امروز. و در این بین استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین و پرتردد ترین استان برای اولین بار بعد از خیز اول شیوع کرونا در کشور در وضعیت قرمز قرار گرفت. تعداد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا در ایران طی تقریبا 3 ماه گذشته در حال افزایش بوده. از هنگام برداشته شدن محدودیت‌های کسب و کار و باز شدن مراکز خرید، تعداد فوتی ها هم به طور مداوم در حال افزایش بوده و به سطحی بسیار بالاتر از اوج آن در خیز اول رسیده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 235 نفر درگذشتند که بالاترین رقم روزانه تاکنون است. متاسفانه در حال حاضر تعداد موارد بستری روزانه در کشور به دوران اوج پیک بیماری در اسفند سال گذشته نزدیک شده است و در مجموع وضعیت شیوع بیماری در کشور و جهان رو به افزایش و نگران کننده است. جوانهایی تو این بخش دیدم که بدون هیچ علائمی، بدون هیچ بیماری خاصی، متاسفانه تو این بیماری تلف شدن. ولی ما متاسفانه مردم فکر میکنن که فقط برای بیماری ها، اونایی که فشار خون دارن، نه که دیابت دارن، و میگه من که سالمم، من که مشکلی پیش نمیام. ما هم اینجا تخت هفتمون بود، پریروزا بود که جوان 30 ساله بود، فوت شد متاسفانه. در این شرایط معاون وزیر بهداشت در آستانه ماه محرم علیه برگزاری مراسم پرجمعیت عزاداری هشدار داده است. علی رضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته قاطعانه و محکم با برگزاری مراسم در محیط‌های سربسته مخالفت می‌کنیم. این در مقابل گفته دولت که در محیط‌های سربسته مراسم به مدت محدود و با رعایت فاصله‌گیری اجتماعی برگزار شود. او گفته قطعاً اگر مراسمی هم برگزار شود کاملاً محدود خواهد بود و اضافه کرده که بعضی‌ها از باشکوه برگزار کردن مراسم صحبت می‌کنند. باشکوه برگزار کردن فقط به این معنا نیست که جمعیت زیاد باشد. خانه هم می‌شود یک حسینیه باشد. در بیمارستان کامکار قم نگرانی‌ها از روزهای بحرانی‌تر که ممکن است در راه باشد. کسرانه جی بی بی سی. از دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن پرسیدیم شدت گرفتن دوباره شیوع کرونا در ایران چقدر قابل پیش بینی بود. هیچ وقت ما یک برخورد یک پارچه و بسیار محکمی با گسترش بیماری کووید 19 در ایران نداشتیم و این پیش بینی میشد. ما هفته پیش که صحبت کردیم، اگر خاطرتون باشه،
گفتم حضورتون که بر اساس وردومیتر حدود 3100 نفر در بخش‌های آی‌سی‌یو ایران بستری هستند. در مدت یک هفته حدود 800 نفر به این رقم اضافه شده و خب ما چنانچه نتونیم این رو بیش از پیش مهار بکنیم با تعداد بیشتری از مبتلایان برخورد خواهیم کرد. همونجور که من بارها عرض کرده بودم ویروس از انسان به انسان سرایت می‌کند و در خارج از بدن انسان و یا موجودات زنده هیچ سرنوشتی به جز نابودی نخواهد داشت. الان این شرایطی که می‌بینیم در ایران، خیلی کشورهای دیگه اگر چنین شرایطی بود دست کم قرنطینه‌های محلی رو انجام می‌کردن و اجرا می‌کردن. الان ولی صحبت در ایران درباره اینه که کنکور برگزار بشه یا مراسم محرم برگزار بشه در همه جاهای ایران، حتی جاهایی که ممکنه وضعیت قرمز باشه، و به نظر می‌رسه یه اختلاف نظری در این مورد وجود داره بین وزارت بهداشت و نهادهای دیگه. نظر شما چیه؟ آیا میشه برگزار کرد مراسمی مثل مراسم محرم و در حالی که این ویروس به شدت گسترش پیدا نکنه؟ خیلی از مسائل رو میشه با کمی تفکر من فکر میکنم حل کرد. همونجور که مستنظر از دید هستید، وزارت بهداشت و همکاران پزشک ما در ایران این مسئله، خطر این مسائل رو خیلی خیلی گوشزد کردن. هیچ تردیدی نیست که شما چنانچه افراد متعددی در یک محیط بسته هم بیایند، ما با سیر بیشتر و بیشتر گسترش بیماری کووید 19 در ایران مواجه خواهیم بود و در این هیچ تردید نه عقلی نه علمی وجود نداره. و بنابراین اگر که راهکارهایی برای این هستش که هم به اعتقادات مردم احترام گذاشته بشه و هم از این مسائل پیشگیری بشه، بایستی اون راهکارها دنبال بشه. تردیدی نیست ما اگر که افراد متعددی یا به صورت کنکور یا به صورت مراسم مذهبی رو دور هم داشته باشیم، با موج بسیار بیشتر بیماری مواجه خواهیم شد. دکتر مازیار صدری توضیح میداد، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه. وزارت صحت افغانستان میگوید در شبانه روز گذشته 105 بیمار جدید کووید 19 را شناسایی کرده. این وزارتخانه گفته در همین مدت فقط یک نفر بر اثر کرونا جان باخته. با این آمار جدید شماره مبتلایان کرونا به بیش از 36300 نفر و تعداد جان باختگان به 1270 نفر رسیده. در آتش‌سوزی در یک پارکینگ خودروهای سنگین در کرمانشاه 5 نفر مصدوم شدند. بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی 4 نفر از مصدومان آتش‌نشان بودند. فرماندار کرمانشاه میگوید آتش‌سوزی هنگام تعمیر موتور یکی از خودروهای سنگین اتفاق افتاده و بعد به خودروهای دیگر سرایت کرده. فضل‌الله رنجبر گفته که در این حادثه 8 تانکر سوخت‌رسان که حامل بنزین بودند آتش گرفتند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در ایران گفته که کوه دماوند و دامنه‌های آن جزو منابع طبیعی است و اگر به اشتباه یا بدون اطلاع این سازمان سندی به نام کسی زده شود آن را برمی‌گردانند. در روزهای اخیر واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف خبرساز شده بود. همچنین یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته که این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست. بر اساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، این کشور به لحاظ نرخ بالای تورم در رده 4 در جهان قرار گرفته. به گفته معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار، قیمت 475 نو کالا سالانه با سرعت متوسط 26% در حال بالا رفتن است. ایوب فرامرزی گفته نرخ تورم ماهانه در ایران به 6.4% رسیده و در صورت ادامه این روند، این عدد تا پایان امسال میتواند بسیار قابل توجه شود. از آرش حسنی و روزنامه‌نگار اقتصادی در پراگ پرسیدم صحبت‌های این مقام مرکز آمار ایران چه چیزهای جدیدی به ما می‌گوید. نرخ تورم ماهانه 6.4% رقم بسیار بسیار بالایی است و این می‌تونه نگرانی‌های خیلی زیادی رو برای مسئولان اقتصادی و همینطور
مردم ایران که این تورم رو تحمل میکنن به دنبال داشته باشه. فراموش نکنیم که بر اساس هدف گذاری تورمی که بانک مرکزی انجام داد و چندی پیش اعلام کرد، قرار هست بر اساس هدف گذاری بانک مرکزی در پایان سال نرخ تورم عدد 22% مثبت منفی 2%، یعنی بین 20 تا 24% محقق بشه. اما با این نرخ تورم ماهانه هرگز این هدف تحقق پیدا نخواهد کرد. نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه 2% بود. حتی اگر بخوایم میانگین این دو ماه رو محاسبه بکنیم، یعنی 4% رو در نظر بگیریم برای ماه‌های منتهی تا پایان سال، اگر با همین شتاب تورم افزایش پیدا بکنه، در پایان سال ما تورمی معادل 56% خواهیم داشت که در نوع خودش بی سابقه است و نرخ تورم بسیار بسیار بالایی است. همونطور که معاون مرکز آمار اشاره کرده، نرخ تورم حدوداً 27%ی که در تیر ماه نقطه به نقطه اعلام شد و همینطور نرخ تورم سالانه‌ای که در تیر ماه حدود 26.4% اعلام شده، از جمله بالاترین نرخ‌های تورم در جهان هست. سال‌هاست که نرخ تورم در اقتصادهای جهان به موضوع حل شده‌ای بدل شده، اما در ایران کماکان با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم. چقدر این افزایش تورم در ماه‌های اخیر به دلیل سیاست‌های دولت می‌تونه باشه، چقدر به خاطر مثلا افزایش نرخ ارز می‌تونه باشه، دلیلش چیه؟ اصولا تورم در ایران یک مشکل ساختاری است و برگرفته از کسری بودجه‌ای از دولت هست که به شکل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی جبران میشه. یعنی دولت برای تأمین نیازهای ریالی خودش راحت ترین و آسوده ترین راه رو انتخاب میکنه، کسری بودجه خودش رو تبدیل به یک پدیده پولی میکنه با استقراض از بانک مرکزی، با افزایش پایه پولی، با چاپ اسکناس و با در واقع افزایش بدهی های خودش به بانک ها و به بانک مرکزی. در همین گزارش اخیر بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی در 3 ماهه اول سال مشخص شده که در بهار امسال نرخ رشد نقدینگی 7.7% بوده. رشد پایه پولی که به اون پول پرقدرت گفته میشه و اساسا گردش پایه پولی بسیار شدیدتر از خود نقدینگی رقم میخوره و تورم رو دامن میزنه، 8% بوده. با این نرخ‌های رشدی که در بهار امسال اعلام شده، مشخصه که تا پایان سال ما مثل سال گذشته رشد نقدینگی معادل بیش از 30% رو شاهد خواهیم بود که اساسا تورم‌زاست. آرش حسنی توضیح میده، روزنامه‌نگار اقتصادی. نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در نخستین پرونده فساد مالیش به 12 سال زندان محکوم شد. او متهم بود 10 میلیون دلار از صندوق توسعه مالزی به شکل مستقیم به حساب شخصیش واریز کرده. آقای رزاق هرچند در چند پرونده دیگر هم با اتهامات مالی گوناگون مواجه است، گفته شده که حکم دادگاه او تحولی تاریخی در مالزی بوده. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیوان حسین. 5 سال از یک رسوایی مالی تاریخی در صندوق توسعه مالزی و گشوده شدن پرونده‌ای در اینجا، کاخ دادگستری کوالالامپور، گذشته. و سرانجام این پرونده به نتیجه‌ای رسیده که پیشبینیش در آن روزها دشوار بود. محکومیت نجیب رزاق، نخست وزیر سابق، که صبح سه‌شنبه اینچنین وارد دادگاه شد. در نخستین پرونده او به خاطر 10 میلیون دلاری که مستقیم از حساب صندوق توسعه مالزی به حساب شخصیش واریز شده و البته اتهامات بیشتر مانند پولشویی، سوء استفاده از قدرت و خیانت به اعتماد عمومی، مجرم شناخته شد. حالا دیگر پرونده فساد صندوق توسعه مالزی معروف به 1MDB رنگ و روی یک نقطه عطف تاریخی پیدا کرده. پرونده‌ای که به خشم عمومی دامن زده بود و مخالفان در خیابان خواستار عدالت بودند. در زمان تظاهراتی اینچنین که 4 سال پیش برگزار شد، هیچ اسمی از نجیب رزاق در پرونده قضایی وجود نداشت. او در خبررسانی قوه قضاییه مقام دولتی شماره 1 خوانده می‌شد و مخالفان نیز علیه همین عنوان تظاهرات می‌کردند و خواستار استعفا و دستگیریش بودند. خواسته‌ای که نجیب رزاق هرگز به روی خودش نیاورد. رزاق که چندین دهه در سیاست مالزی در مقام وزیر در وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت دارایی و دفاع حضور داشت، در سال 2009 در پی کنارگیری عبدالله احمد بداوی از مقام نخست وزیری، از پادشاه مالزی فرمان نخست وزیری را دریافت کرد.
بحران اما از سال 2015 آغاز شد. رسوایی بزرگ صندوق توسعه مالزی که در پی عدم پرداخت بدهی‌هایش پیش آمد. خیلی زود رزاق بدون ذکر نامش متهم شد که 681 میلیون دلار از این صندوق به حساب شخصیش واریز کرده. اما یک سال بعد دادستان مالزی اعلام کرد که این پول هدیه خاندان سعودی بود و جرمی رخ نداده. حکمی که به نارضایتی عمومی دامن زد و مالزی را به لبه یک بحران جدی رساند. نتیجه بازگشت یک سیاستمدار سال خورده و بازنشسته برای کنار زدن نجیب رزاق بود. مهاتیر محمد، چهره قدیمی سیاست مالزی که بیش از 20 سال نخست وزیر این کشور بود و از سال 2003 میلادی از قدرت کناره گرفته بود. پیروزی مهاتیر محمد در سال 2018 موجب شد تا پرونده فساد نجیب رزاق بار دیگر باز شود و پای او به دادگاه کشیده شود، بدون اسم مستعار و بدون قدرت یک رئیس دولت. او روز سه‌شنبه در حالی مجرم شناخته شد که در این دو سال بی‌وقفه تلاش کرده بود به عنوان نماینده پارلمان در عرصه سیاست مالزی فعال بماند. پرونده فساد صندوق توسعه مالزی پرونده چند میلیارد دلاری است و نجیب رزاق نیز با اتهامات بسیار سنگین‌تری روبروست. اما تا همینجا این حکم یک اتفاق تاریخی در مسیر اجرای حاکمیت قانون در مالزی توصیف شده. اتفاقی که 5 سال پیش غیر ممکن به نظر می رسید، اما سرانجام رخ داد. کیوان حسینی، بی بی سی. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم امروز. در ایران وزارت بهداشت میگوید با مرگ 235 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، آمار قربانیان این ویروس جهشی بی سابقه داشته. نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در نخستین پرونده فساد مالیش به 12 سال زندان محکوم شد. در ادامه برنامه، ممنوع شدن استفاده از بخاری در فضای باز و رستوران های فرانسه. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که به زودی بقیه زندانیان طالبان را در چارچوب توافق آمریکا با این گروه آزاد می‌کند. آقای غنی در نشستی با مقام‌های عالی رتبه در کابل از طالبان خواسته که تا یک هفته دیگر مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. همچنین در این نشست دولت افغانستان پیشنویس برنامه 5 ساله ملی صلح و توسعه را منتشر کرده. نسرین نوا همکارم از کابل با ماست. نسرین، به نظر میرسه که تحول جدیدی رخ داده در تلاش ها برای رسیدن به صلح. دقیقاً همین 10 دقیقه قبل بود که گروه طالبان با اعلامیه ای از اعلام آتش بس 3 روزه موقتی به مناسبت عید قربان خبر دادن، در حالی که امروز صبح پیام عیدی که فرستاده بودن هیچ خبری از آتش بس موقتی هم نبود و فقط از دولت افغانستان خواسته بودن که هرچه زودتر به این کندی پایان بدن و تأخیر را کنار بگذارن و روند مبادله زندانیان را تمام بکنن. در این نشست که تقریبا 1 ساعت پیش به اتمام رسید و 2 روز دوام داشت، آقای غنی در مورد صلح مخاطب به طالبان گفته بود که دولت افغانستان به تعهداتش عمل کرده، حالا توپ در میدان طالبان هست و طالبان بهتر است از این فرصت عید استفاده بکنن و بتونن وارد مذاکره بشن تا اینکه به یک آتش بس دائمی دست پیدا بکنن. البته تاکید هم کرده که در 5 ماه گذشته جنگ شدید بوده و نزدیک به 11,000 سرباز افغان قربانی جنگ با طالبان شدن. حالا در پی این صحبت‌های آقای غنی، چند دقیقه پیش طالبان اعلام آتش بس کردن. در نشستی که امروز برگزار شده به گونه آنلاین و اینترنتی، بعضی از نمایندگان بیش از 20 کشور به شکل حضوری اشتراک کرده بودند و بعضی هم به صورت اینترنتی در این نشست حضور داشتن. در نشست در مورد مسائل دیگه‌ای به غیر از صلح هم صحبت شده، مثل فساد اداری که آقای غنی تاکید کرده که جامعه جهانی به صورت مشترک با افغانستان در مورد قضیه‌های فساد که چند نمونه را حتی نام برده، مثل حیف و میل شدن پول در مورد
قضیه کرونا و همینطور کرام الدین کریم که رئیس فدراسیون سابق فوتبال بود که اتهامی بهش وارد شده بود و مسائل دیگه مثل ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، گفته در مورد اینها از جامعه جهانی خواسته که به صورت مشترک تحقیق بکنن. دبرا لاینز نماینده ملل متحد هم برای افغانستان تاکید کرده که حالا فرصت تاریخی برای پایان دادن جنگ 40 ساله ایجاد شده و از هر دو طرف خواسته هر چه زودتر مذاکرات را آغاز بکنن و همینطور به تمام کشورهایی که در این نشست حضور داشتن گفته که سالی که فعلا جریان داره و سال پیش رو برای افغانستان مهم هست و بیش از هر وقتی افغانستان نیازمند حمایت جامعه جهانی است و تمام این کشورها اعلام کردن که پایبند حمایت ها از دولت افغانستان هستند. ممنونم از نسرین نوا از کابل با ما. چند خبر کوتاه. فعالان حقوق بشر میگویند کایلی مور گیلبرت، محقق و مدرس بریتانیایی استرالیایی که از 2 سال پیش در ایران زندانی است، به زندان قرچک در حومه تهران منتقل شده. خانم گیلبرت به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده. او این اتهام را رد کرده و گفته خود او بوده که به درخواست جمهوری اسلامی برای جاسوسی پاسخ منفی داده. گفته شده خانم مور گیلبرت در تماسی که از داخل زندان گرفته از شرایط بدش خبر داده. او پژوهشگر سیاست خاورمیانه و تحصیل کرده دانشگاه کمبریج است. بدر زمان غریب، ایرانشناس و زبانشناس نامدار ایرانی، در 91 سالگی درگذشت. خانم غریب از سال 1377 عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و به عنوان سرپرست گروه گویش شناسی و مدیر گروه زبانهای ایرانی در این فرهنگستان فعالیت کرده بود. او یکی از برجسته ترین متخصصان زبانهای باستانی ایران بود و فرهنگ زبان سغدی از شاخصترین آثار اوست. سخنگوی قوه قضاییه ایران بازداشت 2 تبعه سوئد به اتهام قاچاق مواد مخدر را تایید کرد. غلامحسین اسماعیلی گفته ضابطان قضایی این 2 نفر را در حالی که محموله‌های مواد مخدر همراه داشتند دستگیر کردند. به گفته آقای اسماعیلی بازداشت آنها از طریق وزارت خارجه به دولت سوئد اعلام شده و متهمان می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه حکمی برای این 2 نفر صادر نکرده. بعد از آنکه دولت فرانسه اعلام کرد که استفاده از بخاری در فضای باز کافه ها و رستوران ها ممنوع می شود، صاحبان این سمت درباره احتمال از دست دادن مشتری هایشان در فصل زمستان ابراز نگرانی کردند. دولت فرانسه اما می گوید استفاده از بخاری در فضای باز ضروری نیست و به محیط زیست آسیب می زند. پل هاکینز گزارش می ده. فرهنگ معروف کافه نشینی در خیابان‌های فرانسه با کمک بخاری‌هایی که در فصل‌های سرد نشستن در فضای باز را مطبوع‌تر می‌کنند، اما حالا این بخاری‌ها قرار است ممنوع شوند چون دولت می‌گوید برای محیط زیست خوب نیستند. ما استفاده از بخاری در مکان‌های عمومی و تراس‌های رستوران‌ها را ممنوع می‌کنیم. تمام ساختمان‌هایی که بخاری یا کولر دارند باید درها را ببندند. این کار برای پایان دادن به اشتباهی زیست محیطی است که به مصرف غیر موجه انرژی می‌انجامد. ما نمی‌توانیم برای راحتی خودمان در تابستان خیابان‌ها را در دمای 30 درجه خنک کنیم و همینطور نمی‌توانیم تراس‌ها را وسط زمستان وقتی دما زیر 0 است گرم کنیم که تنها یک قهوه در فضای آزاد بنوشیم. گروه های تجاری میگویند بیش از 73% رستوران ها و کافه ها در پاریس در تراس هایشان بخاری دارند. با اینکه دولت گفته به خاطر ویروس کرونا ممنوعیت استفاده از بخاری تا بعد از زمستان انجام نمی شود، خیلی از رستوراندارها از حالا نگرانند. من نگرانم که مشتریامون رو در زمستون از دست بدیم. بیشتر کار ما در تابستونه. در زمستون داشتن بخاری در تراس برای مشتریایی که میخوان سیگار بکشن یا مشروب بخورن و در هوای سرد تو فضای باز باشن یه امتیازه. منم مطمئنم که مراجعه به رستوران ما در زمستون کم میشه. گروه های محیط زیستی میگویند فرانسه دست کم 12500 تراس بخاری دار دارد. یکی از این گروه ها حتی حساب کرده که یک تراس 75 متر مربعی که برای 5 ماه با گاز گرم شود، معادل ماشینی که 3 بار کره زمین را دور بزند، دی اکسید کربن تولید می کند. من فکر می کنم کارهای مهمتری برای حفظ محیط زیست هست. کارهای بهتری از ممنوع کردن صاحبان رستوران ها از گرم کردن تراس ها. چند شهر در فرانسه تا کنون بخاری ها را ممنوع کردند، اما شهردار پاریس به خاطر تأثیری که این مسئله روی مشتری های رستوران ها دارد از این ممنوعیت سر باز زده.
Écoutez, moi jusqu'à présent, j'allais sur des terrasses non chauffées. ببینین من به رستوران هایی در فضای باز که بخاری ندارن هم میرم. بخاری ها واقعا اختراع فوق العاده ای هستن، ولی همه میدونن که ما واقعا بهشون نیاز نداریم. من با یه ژاکت یا یه لباس اضافه گرم میمونم و میتونم بشینم توی تراس و چای یا قهوه بخورم. نیازی به بخاری نیست. و این نکته ای است که دولت هم مطرح میکند. یک ژاکت بپوشید یا روی خودتان پتو بندازید. پول هاکینز، بی بی سی نیوز. پرونده مرگ غلامرضا منصوری، قاضی سابق ایرانی در رومانی، هنوز با ابهامات زیادی روبروست. تصاویر و فایل‌های صوتی جدیدی که بی بی سی فارسی به دست آورده، زوایای جدیدی از این پرونده را روشن می‌کند. پس از شایعه حضور قاضی منصوری در آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز علیه او در دادگاه فدرال این کشور شکایت کرد. مدارکی بود که آقای منصوری در آلمان هستند. ولی در چارچوب قانون دادگاه ها در اروپا و همین صلاحیت بین المللی، ما گفتیم اگر جای دیگری هم باشد قاضی منصوری، دادستان می تواند حکم بازداشت بین المللی صادر کنه و به این عنوان اگر جای دیگری هم باشد در این رابطه اقدام کنیم. اما مدارک به دست آمده نشان می دهد قاضی منصوری ماها پیش با قطار از آلمان به رومانی رفته بود. با یکی از دوستان نزدیک قاضی منصوری که تا روز مرگش با او در ارتباط بوده تماس برقرار می‌کنیم. این فرد که نخواست نامش فاش شود می‌گوید مقامات حکومت ایران با قاضی منصوری در آلمان در تماس بودند. آنون نگران دستگیری او و لو رفتن اسرار نظام در آلمان بودند. این فرد میگوید قاضی منصوری اسناد و مدارک فساد و جاسوسی برخی از مهرهای قدرتمند حکومت ایران را به همراه داشته است. به همین جهت قاضی منصوری نگران بازگشت به ایران نبوده. بخشی بودش از گزارش همکارم ژیار گل از زوایای جدید مرگ غلامرضا منصوری، قاضی سابق ایرانی که در رومانی اتفاق افتاد بیش از یک ماه پیش. ژیار تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه کرده، با تصاویر و فایل‌های صوتی جدیدی که به دست آورده گزارش مفصلی در این باره ساخته. حتما ازتون دعوت می‌کنم که این گزارش رو امشب در برنامه 60 دقیقه ببینید، ساعت 10 وقت به وقت 10 شب به وقت تهران. و مثل همیشه میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس ما هست @bbcpersian.com. برنامه های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت بی بی سی فارسی ببینید. ممنون از همراهی شما. به پایان این بخش خبر میرسیم.